دخترم کجاست؟ تو غربت آداب معاشرت یادت رفته. خوش اومد. دخترم کجاست؟ معلومه مادریت هم مثل همسریت که سراغ دخترمون از من میگیری. با من بازی نکن آمر. بازی نمی کنم. منو ببین، اگه یه مو از سر دخترم کم بشه دلم واسه تنگ شده. دخترم کجاست؟ نمیدونم. به من دروغ نگو. واقعیت چیه؟ من نمیدونم. اگه بلایی سرش میاد؟ یه جوری حرف میزنی انگار منو نمیشناسی. اوکیا، من آدم بشر دوستیم. یه مورچرم نمیتونم اذیت کنم، چه برسه به دخترم. به اون نگو دخترم. ولی دخترمه. زمین و زمان رو به هم میریزم، روزگارتو سیاه میکنم، ولی نمیذارم دخترم پیش تو بمونه. هر کاری لازم باشه میکنم. حق داری، ولی منو راحت بذار. شب و روز دارم به خاطر خانوادمون کار میکنم، نمیبینی؟ من تسلیمت نمیشم. اما تسلیم حس مادریت میشی. اگه حتی یه مو از سر دخترم کم بشه خودم میکشمت. خانم، دارین راجع به آمر کوزیوغلو حرف میزنین، اما تو هفته اخیر از کشور خارج نشده. خودش که ندزدیده، افرادش دزدیدن. بالاخره دزدیده یا نه، هیچ کدوم اظهاراتتون قطعی نیست. ببین آقای محترم، دختر من و آمر کوزیوغلو و افرادش دزدیدن، از این کاملا مطمئنم. کافیه؟ کافی نیست، این اتفاق خارج از کشور افتاده، به ما ربطی نداره. من میگم دخترم تو استانبوله. منم میگم تو جزیره ماداگاسکاره. مگه به حرف شماست؟ شمارم خریده؟ مراقب حرف زدنتون باشین، به جرم توهین بازداشتتون میکنم. چقدر بهت پول داده؟ بگو دیگه چقدر داده؟ بس دیگه، بفرمایین بفرمایین بفرمایین. این روزارم باید میدیدی. وقتی پلیس زنگ زد باورم نشد، گفتم به جرم توهین بازداشت شدی. نمیتونی همه رو بخری. میخرم. من به اون خونه بر نمیگردم. دخترمونم تو خونه ای که تو به دنیا اومدی بزرگ میکنی. نه نه نه، پیشگویی نمی کنم، ولی بازم برمیگردی پیش خودم، با پای خودت برمیگردی به خونمون. اگه جایی برای موندن نداری میتونیم بریم خونمون، بالاخره که برمیگردی. چه یه روز زودتر چه یه روز دیرتر. من پامو اونجا نمیذارم. اگه بخوای نجاتش بده کنی مجبوریم عامر رو تحمل کنی. من نتونستم از دختر کوچولوم دفاع کنم. نجاتت میدم. تو مال منی، برمیگردم. نجاتت میدم.
نجاتت میدم عزیزم. اوکیا دخترم. اوکیا اوکیا خانم خوبی؟ تو چی کار کردی؟ دیگه خونه ای نموند که برگردم، خونمون آتیش زدم. یکی دیگه میخوام. اگه دخترمو بهم پس ندی، این دفعه وقتی تو توشی آتیشش میزنم. روزی که من بمیرم دخترتم تا ابد از دست میدی. کاری میکنم تو این دنیا با نبود بچت جهنمو به چشم ببینی. انتخاب با خودته، زندگی دخترت به تو وابسته است. دخترمو ازت پس میگیرم، در صورتی که من پس بدم. تو این دنیا به جز من هیچ کس دیگه ای نمیتونه کمکت کنه. با توجه به اظهارات حکم آزادی صادر میشه. قلب من، دیگه میدونم اشتباهت کجاست. تا وقتی یکی هست که به خاطرش زنده ای، نباید برای خودت بتپی. باید از همون راه اشتباه هزار بار دیگه بگذری و هر چه قدم که زمین بخوری بازم بلند شی، چون برای اینکه زنده نگهش داری باید زنده بمونی. چشمت روشن. ممنون داداش. پسرم چقدر دلم برات تنگ شده بود. خانم بذار ما هم ببینیمش. پسر عزیزم
چشممون روشن. بابا تموم شد رفت. آره تموم شد و رفت. تو نمیدونی ما چی کشیدیم. خدا رو شکر رئیس. خدا رو شکر زهر. خدا رو شکر. دیگه گریه نکن. خوبی؟ الان بهترم. بریم. پسرم خیلی لاغر شدی. پوست و استخون شدی عزیزم. بزرگش نکن بچه کلش همونه. نه نه همون نیست. این کمال فرق میکنه. من یه بار مردم. با دخترم دوباره متولد شدم. تا حالا با زندگی بچه تون امتحانتون کردم؟ اگه بزرگترین دشمنتون دخترتون رو میگرفت چی کار میکردی؟ فوری تسلیم میشدی؟ یا خودتون رو غرورتون رو زیر پا میذاشتین و با تمام درموندگیتون برمیگشتین سر خونه ی اول؟ بریم دیگه، لازم نیست اینجا وایسیم، وقت رو تلف نکنه. بیا این ور بزاره. بریم. مادر جون شما برین، من پشت سرتون. نمیشه، تازه از زندان آزاد شدی، باید با من بیای. بریم خونه، را بیفت. اوکیا که یه ذره حق به گردنت داشته باشم دیگه با اون حرف نمیزنی. با تو هم. کمال سویدره. رئیس این اینجا چی کار میکنه؟ الان میفهمی. اگه یک کلمه به کمال بگید دخترمون رو تا ابد از دست میدی. چشمت روشن. چقدر برای چشم روشنی عجله کردی کمیسر؟ به نظرم دیرم شده. یادت اومد چی رو از دست میدی؟ دخترمون گناه داره. خوب فکر کن. اوکیا اینجا چی کار میکنی؟ چرا اومدی؟ میخوای چی کار کنی؟ ها؟ من تو اینجا جایی نداری. دیگه هیچ حرفی با هم دیگه نداری. اوکیا همین الان سوار ماشینت شو. زود باش برو خونه. باشه؟ اوکیا اوکیا صدای منو نمیشنوی؟ این شماره شخصیمه، به این زنگ بزن. تو چی میدونی که من نمیدونم کمیسر؟ تماس بگیر تا بفهمی. کمال خواهش میکنم از اینجا بریم. پدر و مادرت هم ناراحت شدن. بریم. بابا دیگه این کارو با این بچه نکن، کافیه. اوکیا سوارشی هست. ببینم از همون راهی که اومدی برگرد. همه
حق با توه. تو به این قضیه شک کردی؟ تاتوشو در میاریم زهیر، صبر کن به نوبت. دخترم کجاست؟ پیش باباشه. ولی مامانش نمیخواد پیشش باشه. نکته تلخش همینه. کجایی عامر؟ هر جا که تو باشی. تو راهتو ادامه بده، من میام پیشت. نمیام. نه، سر شام میبینمتون. اونم یه جورای مادرته. رئیس خیلی ها برات مادری میکنن، خدا میدونه چی میکشی. لیلا من با زهیر میخوام. شما به کارتون برسیم، من وسط را پیاده میشم. حداقل فهمیدی نباید منو بکشی. ولی در مورد کمال ضعیفی، همش باید با تک ماده قبول شی. باید روش کار کنی. حرف برای گفتن زیاد را بیفت. چطور قبل از هر کاری بریم بوغا صابونه بخوریم؟ ها؟ من گشنم نیست لیلا. تو چی زهیر؟ والا لیلا خانم، من تابع رئیسم. معدتم تابع رئیسه؟ لیلا کجا پیادت کنیم؟ شما کجا میخواییم بریم؟ پیچیده است، کلی کار داریم. باشه، پس من همینجا پیاده میشم. باشه، هر جا میری میرسونمت. نمیخواد عزیزم، حالا که کار دارین همینجا نگه دار. برید به سلامت. خب رئیس، نظرت چیه؟ در چه مورد؟ معلومه دیگه در چه مورد، در مورد اوکیا. اهمیتی نداره اومدنش یا دلیلش. امروز خوششانسم زهیر. اوکیا کوزجوغلو با پای خودش اومد سراغم. دیگه کارم راحت تره. ولی هنوز حتی نمیدونیم چرا آمده بود. میفهمیم. کافیه نشونه ها رو درست تشخیص بدیم. از دستم دلخوری که نتونستی به کمال مژده بدی؟ یه روز زورت نمیرسه تهدیدم کنی. اون روز چجوری میخوای جلو ما بگیری؟ کی گفته میخوام جلو تو بگیرم؟ من طرفدار آزادی بیانم اوکیا. تو هم یه زن آزادی. ببین گذاشتی رفتی، هیچ بهت گفتم برگرد؟ سر راهت ثبت شدم؟ با پاهای خودت اومدی پیشم. تو دختر منو دزدیدی. به دخترم رسیدم. دنیز دختر تو نیست. این حرفو نزن، خجالت بکش.
اگه واقعیت رو قبول کنم زندگی تو جهنم میکنم، هممون با هم تو اون آتیش میسوزیم، اون موقع کمالم نمیتونه نجاتت بده. نرفته بودم اونجا که از کمال کمک بخوام. اصلا بلد نیستی دروغ بگی، ولی هیچ کس مثل تو نمیتونه نقش بازی کنه. به جای اینکه سعی کنم دست و پای تو رو ببندم، الان باید با کمال درگیر میشدم. این دفعه اسیر تو نمیشم. موفق نمیشی. اصلا متوجه نیستی. الان قدرتم در مقابلت بیشتر از هر زمانیه. اگه فکر میکنی مثل قبل دلم نمیاد بلای سرت بیارم، اشتباه میکنی. اولین روزی که دخترمون رو ازم گرفتی، سهمیت تموم شد. دیگه تو لیست سیاهی. اگه یه بار دیگه بهم خیانت کنی، تاوانشو ازت پس میگیرم. یعنی جوری عذابت میدم که برای مردن التماسم میکنی. به کمالم اعتماد نکن. غم از دست دادن بچه قهرمانارم زمین میذاره. شنده شاوری، حرفمو قطع نکن. این امتحان توه، فقط تو. تک قانونش هم اینه که نباید از هیچ کس کمک بخوای. بفرما این گوی و این میدان. اگه تنهایی میتونی دخترتو از دستم بگیری، بگی. اما اگه بری سراغ کمان و کاری کنی که اون بفهمه، دخترمو ازت میگیرم. کاغذ جلوت، قلمم دستت. از این به بعد تو این قصه حمله های منو تو مشخص میکنی. تو هیچ کاری دخالت نمیکنم. هر کاری بخوای میتونی بکنی، با هر کی بخوای میتونی قرار بذاری. اگه بخوای میتونی تو جاهای تنگ و تاریک واسم نقشه بکشی. فقط گیر من نیافت. تقدیر هممون تو دستای خوشگل و هنرمند و با استعداد تو. با دخترمون شروع کن. 3 تا جون داشت، یکیشو گرفتی. چند تامون؟ 2 تا. برو تلاش کن از شانست خوب استفاده کنی. ده برو. دیگه همه چی تموم شد زینب، همه ی حرفا تموم شد، همه همه نابود کردیم. بله داداش. با مامان اینا حرف زدی؟ نه حرف نزدم، اونا هم زنگ نزدن. کمال آزاد شده؟ آره آزاد شده. تو چی کار میکنی؟ چی کار کنم؟ مشغول کارم دیگه. ببینم تو چی کار میکنی؟ هیچی، سلامتی، همه چی مرتبه. بگو ببینم پول لازم داری؟ راستش اگه یکم بفرستی خیلی خوب میشه. باشه، چکام نقد نشده، ولی یه چیزی برات میفرستم. ممنون داداش، من الان باید قطع کنم، میبینمت. باشه خوشگلم. باشه تو پول داری یکم به زینب کمک کنم؟ بهتر نیست به جای اینکه به زینب فکر کنی، به این فکر کنی که پول اینا رو چجوری باید بدیم؟ اگه اینا رو هم ندیم باشه، که باشه من حلش میکنم. چجوری؟ یه هفته دیگه قصه بعدی وامم میرسه. یه کارش میکنیم دیگه. ببین هیچ کدوممون دیگه نمیتونیم وام بگیریم. کارتای اعتباری هم که باشه. بانو چی میگی؟ میگم میدم دیگه. ببین من نمیخواستم ناراحتت کنم. میدونم تقصیر خودمه، کاری شروع کردم که در حد و اندازم نبود. راستش اگه منم یه کاری داشته باشم. چه کاری؟ کار نیست که، چند ماهی داری میگردی ولی پیدا نمی کنی. برم پیش عامر. چی داری میگی؟ خانوادم هنوز ازدواجمو قبول نکردن. تو میخوای کمال منو مسخره کنی؟ آره اینو میخوای؟ یعنی همه یه مشکلمون کماله؟ تا وقتی اون بیرونه آروم نمیگیره. من اونو میشناسم، سعی میکنه تتو همه چیو در بیاره. کاش دردسر بیشتری واسمون درست نکنه. چی کار میتونه بکنه؟ هیچی. چی کار میخواد بکنه؟ توهم زدم. الان بهتره عزیزم؟ اونجوری نگام نکن دیگه.
من با تو مشکلی ندارم، برعکس، چون بچه آمری یه جوری دوستت دارم. من باید مادر تو می شدم، نه اوکیا. اگه به کمال می گفتم اون موقع چی کار می کردی؟ منتظر می موندم مثل زورگوها بیاد دم دفترم، برای اینکه بفهمه بچم کجاست، منو تهدید به مرگ کنه. منم مصرانه همون حرفا رو تکرار کنم که نمیدونم. هرچند واقعا هم نمیدونم، من از دروغ خوشم نمیاد، خودت میدونی که. تو واقعا وقتی تحقیق میکردین میفهمیدین دروغ نمیگم. دنیزو میسپردم به دست یه واسطه کاربلد، اون واسطه تحویلش میداد به یه واسطه دیگه. سیستم خیلی با سرعت کار میکنه. در عرض چند ساعت بدون اینکه کسی بدونه نفر بعدی کیه و چی شده، دخترمون رو مرتب دست به دست بین آدمای متفاوت جابجا می‌کردن. آخرش دخترمون به یه خانواده‌ای که منم نمی‌شناسمشون به فرزند خوندگی سپرده می‌شد. آها، البته شاید میتونستیم اون آخری واسطه رو پیدا کنیم که ببرتتون پیش خانواده‌ای که دخترمون رو به فرزند خوندگی قبول کردن. ولی اگه از من بپرسی، بعد از اینکه بچه رو تحویل میداد دوچار یه تصادف مرگبار می‌شد. میدونی که هر کی بدی کنه بالاخره جزاشو میبینه و یه بلایی سرش میاد. آها، اگه تو بگی کمال مردرم زنده میکنه و به حرفش میاره و دخترمونو پیدا میکنه، منم با احترام جلوش تعظیم میکنم. میخواستی دختر منو بدی به یه خانواده دیگه؟ ها؟ میخواستی دخترمو بدی به یه خانواده دیگه؟ نگران نبا، اول شرط میکنم میخوام دخترمون خارج از کشور بزرگ بشه. عوضی، زود باش عزیزم، یکم عجله کن، قراره بری دنبال بچه بگردی و نتونی پیداش کنی. هر چقدر زود تسلیم بشی همونقدر زود به دخترمون میرسی. برو. خب رئیس چطوره؟ تونستم جایی که میخواستی رو جور کنم؟ خیلی وقت تلف کردیم زهیر. وظیفتو میدونی؟ داداش کمال مطمئنی؟ اگه همون اشتباه رو دوباره مرتکب بشم، اون موقع میفهمم از تجربم درس عبرت نگرفتم. این وکیل هنوز سر کارشه؟ عامر اخراجش کرد. کارای خدا رو ببین، یکی بهش اطلاعات غلط داده، اونم به عامر اطلاعات غلط داده، نتیجه نتونستن مزایده رو ببرن. آدم ما چی؟ امروز کارش تمومه، فردا میره سر کارش. لازم نیست اینقدر فکر کنی، معلومه چیو انتخاب میکنی، بله رو بگو تموم شه. اگه دنبال کسی بودم که فقط رزومش خوب باشه، خیلی وقت پیش یکی استخدام شده. راست چی میخوای؟ یکی که بیشتر از یه فارغ التحصیل حقوق باشه. کدومتون حاضره به خاطر عامر کوسیوغلو دستشو کثیف کنه؟ دست من هیچ ارزشی نداره. من اومدم اینجا نذارم دست شما کثیف شه. عامر خان، منم حاضرم هر کاری بکنم. به نظرتون چی شد؟ تموم شد؟ تموم شد. استخدام شدی. چی کار کردی؟ کارو گرفتی؟ آقا فکرت، خیلی متاسفم. به جای تو کیو استخدام کردن؟ یه خانم به اسم زهرا توسکا. مطمئنی؟ بله.
چی شده؟ یه مشکل کوچک پیش اومده ولی خودم حلش میکنم. قیافت اینو نمیگه. به من اعتماد کن رئیس، حلش میکنم. کسی آدرسو نمیدونه؟ اونی که تعقیبمون کرده اومده. کی؟ برای اینکه دست به سرم کنی هزار جور فیلم بازی کردی. نگرانت شدم. چرا؟ برای اینکه بیای خونت؟ خوش اومدی. مطمئن نیستم خوش اومدم. زهیر وظیفتو میدونی. بسپرش به من رئیس. لیلا خانم عرضتم. نگران شدم ببینم ما رو ول کردی بدو بدو کجا رفتی. ولی زیاد دور نشدی. حتی یه قدم هم دور نشدی. میبینم تو یه سال پیش گیر کردی کمال. چی میخوری لیلا؟ چایی نداریم ولی اگه بخوای میتونم وسط قهوه درست کنم. اینا چی هن ها؟ میخوای با اینا چی کار کنی؟ نکنه اینجا خونت نیست، پایگاه انتقامه. خواهش میکنم لیلا، جدن میخوای با این آدم ها چی کار کنی؟ ها؟ لیلا تو کارام دخالت نکن. چی؟ افتادی زندون مافیایی شدی؟ میخوای همه کساییو که در حقت بی‌عدالتی کردن مجازات کنی؟ آره. برگرد ببینم. پشت کن ببینم به کمرت اسلحه هم بستی؟ تنها هم بذار. منو نگاه کن. یه سال یه شبم خواب راحت نداشتم. هر شب سعی کردم صدایی که بهم میگفت کمال یه طوریش میشه خفه کنم. کمال یه طوریش شد. ببین اگه بیفتی دنبال انتقام اون وقت بازنده میشی. قبول، خیلی دوستش داشتی، خیلی عذاب کشیدی، خیلی تاوان دادی، ولی دیگه تموم شد. تموم شد. وقتی تموم شه همه میفهمن. تو یه آدم عاقلی، نمیتونم جلو تو بگیرم. ببین دو تا راه هست. یه طرف کسایی هستن که دوستت دارن، یه طرف هم انتقامت هست. خودت هر کدومو میخوای انتخاب کن. شب میبینمت لیلا. اون تو چی کارت کردن؟ الان عامر پیروز میشه. میخوای مثل اون بشی؟ اگه برای شکست دادن شیطان لازم باشه سر سفره شیطان بشینم، میشینم. یا اون یا من. تا وقتی یکیمون از بین بره. خبر داشتی او کیا برگشته؟ همه چی تحت کنترلمه. تو اونجوری فکر کن. نرسیده اومد سراغ کمال. میدونم حد زدنش سخت نیست. گمونم میخواست بچهشو بگه ولی پشیمون شد. خواهر جان اصلا دلم نمیخواد حرفی بزنم که خیالت راحت بشه، ولی به داداشت اعتماد کن. هیچ کس نمیتونه اطلاعات جدیدی در این باره پیدا کنه. هیچ کس جز کمال. نامزدتو خیلی دست بالا میگیری. کمال سویدره از عامر کزجغلو کوچیک‌تره. به تانر زنگ زدی؟ وا، معلومه که زنگ زدم، مگه میشه زنگ نزنم؟ پسرم رو دعوت کردم. فقط پسرتو دعوت کردی؟ حسین، تو اون خونه کس دیگه ای نیست که دعوتش کنم. ببین فهیمه، از تو این خونه 8 نفری، برای این تعداد غذا آماده کن. نفر هشتم کیه؟ عروسمون. حسین، چون اون دختر یواشکی با تانر ازدواج کرد دلیل نمیشه عروس من باشه. ببین فهیمه، تانر امشب با زنش میاد تو این خونه. تو هم همون جوری که در شأنته ازشون پذیرایی میکنی. همه
همه چی رو فراموش میکنیم، همه قهرها تموم میشه، خانوادمون رو دور هم جمع میکنیم، هممون با هم دست تو دست هم. خیلی دقیقه، اصلا نباید بفهمه داره تعقیب میشه. نگران نباشی، به جز شما هیچ کس دیگه نباید بفهمه عامر کزجغلو رو تعقیب میکنیم. نگران نباشی، زن و شوهرها معمولا ترجیح میدن این اتفاقا پنهون بمونه. هر جا که میره با هر کی رفت و آمد داره، همه رو باید همون لحظه به من اطلاع بدی. فقط یه مشکلی داری، عامر کزجغلو یه آدم معمولی نیست. پول مهم نیست، هر چقدر بخواین میدم. باشه. الان تو شرکته، میتونین از همونجا شروع کنی. حل خانم.